به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خیر مقدم عرض میکنم ورود شما رو به وبینار اختیار معامله. همانطور که مستحضر هستید، در سالهای اخیر در بورس اوراق بهادار معاملات اختیار و معاملات آتی در واقع ارائه شده و در دسترس هست، هرچند که حجم معاملات خیلی بالا نیست و ما امیدواریم که در 6 ماه آینده یک سری دوره های از مقدماتی تا بسیار پیشرفته انشالله خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم تا اینکه شما بتوانید از این ابزارها استفاده کنید. البته این ابزارها فقط در بورس نیست که، یعنی در بورس سهام نیست که مورد معامله قرار میگیره، در بازار کامادیتی این ابزارها نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنند و همینطور اخیراً در بازار کریپتو گسترش بسیار زیادی پیدا کردند و به خصوص در بازار فارکس، چه در بازار فارکس که خارج از بورس هست و چه در بازار در واقع در بازارهای بورس ارز. شما میبینید که معاملات اختیار و معاملات آتی ارز به وفور پیدا یافت میکنید و استفاده میشود. و این هست که من حالا یک مختصری از خودم عرض کنم، شاید خیلی از دوستان بنده رو میشناسن دیگه. من در دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی صنایع رو خوندم، در واقع رشته مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها، بعد وارد مؤسسه نیاوران شدم، اونجا یک فوق لیسانس در مهندسی سیستم های اقتصادی گرفتم. تز من درباره انحصارات بود. از مقطع لیسانس، یعنی از دوره کارشناسی، از سال دوم دوره کارشناسی در بورس اوراق بهادار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کردم. بنابراین این شد که علاقه ویژه‌ای به بازارهای مالی داشتم. وقتی که امریکا رفتم برای ادامه تحصیل، همزمان با رشته دکترایی که اونجا آغاز کردم، همزمان دوره در واقع بعد از 1 سال دوره MBA فایننس رو هم آغاز کردم و این سرآغاز آشنایی بنده با مبحث بسیار جدی مشتقات بود. چرا که در اون زمان در دانشگاه ویرجینیا تک استادی درس‌های مشتقات رو تدریس می‌کردن در پامپلین بزنس اسکول، در دانشکده کسب و کار اونجا که در واقع رشته فایننس بخشی از دانشکده کسب و کار بود، فردی در واقع مشتقات و مدیریت ریسک رو تدریس می‌کردند که اون زمان به عنوان اولین فردی بودند که کتاب‌های درسی رو در زمینه مشتقات نوشته بودند و بعدها و در همون زمان هم لیستی که از اساتید و پروفسورهای فایننس منتشر شده بود، ایشون مقام خیلی بالای در به عنوان 10 نفر اول مدیریت ریسک و مشتقات شناخته می شدند. ایشان شدند در واقع استاد بنده. من 2 تا درس خیلی سنگین با ایشون پاس کردم در زمینه مشتقات و فاینانشال ریسک منیجمنت. تا امروز واقعا آموزه های این استاد با من مونده و اون استاد کسی نبود جز دانلد چانس، که تحت عنوان دان ما میشناختیم یا دان چانس میشناختیم. تا امروز ایشون هنوز یکی از اساتید برتر مشتقات و مدیریت ریسک در دنیا هستند. کتاب ایشون شاید یه چیز حدود 30 ساله که داره ویرایش های جدیدش منتشر میشه. البته بجز دان چانس کتاب های دیگری هم هستند که منشأ خدمت هستند. آقای دان چانس اون زمان که برای ما تدریس کردن، حتی کتاب خودشون رو تدریس نکردن. چه کتابی رو تدریس کردن؟ کتابی رو تحت عنوان در واقع کتابی رو از آقای اسمیتسون منتشر تدریس کردن که کتاب آقای اسمیتسون کتاب بسیار عجیبی در زمینه دریوتیوز بود. حالا من عرض میکنم خدمتون چرا کتاب اینقدر مهمه در زمینه مشتقات و دریوتیوز. دلیلش این هست که این نوع مباحث تا حد زیادی ما میتونیم بگیم مثل راکت ساینس هستند. یعنی مثلا یک ضرب المثلی در زبان انگلیسی وجود داره که میگه It's not a rocket science. یعنی چی It's not a rocket science؟ یعنی این مطلب خیلی پیچیده نیست. فرض بر این هست که پیچیده ترین مطالب دنیا شاید راکت ساینس باشه، علم طراحی موشک باشه. البته این از گذشته به ارث رسیده، شاید امروز پیچیده ترین مباحث دنیا طراحی میکروچیپ های کامپیوتری باشه که شما ممکنه در موبایلتون خیلی راحت به این میکروچیپ ها یا در لپتاپتون دسترسی داشته باشید، ولی طراحی و ساخت این میکروچیپ ها پیشرفته ترین در واقع دستاوردهای بشری است. در گذشته تحت عنوان راکت ساینس این رو میشناختن. ما کشور ما اتفاقا در راکت ساینس خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. دقت میفرمایید، در راکت ساینس کشور ما جایگاه ویژه‌ای داره. ما تونستیم، ما یک زمانی که این نوع مباحث گل کرده بود و در دنیا
در واقع به عنوان منشأ قدرت شناخته میشد، ما به این مباحث توجه کردیم. و امروز سوالی پیش اومده که کشوری که میتونه مثلا موشک بسازه چطور نمیتونه خودروی خوب بسازه؟ و من باید خدمتتون عرض کنم مباحث بازار با مباحث مکانیکی صرفی که از یک دیدگاه غیر اقتصادی میاد بیرون خیلی خیلی متفاوت هست. این رو باید مد نظر داشته باشید. حالا چرا رفتم اشاره کردم به راکت ساینس؟ دلیلش این هست که خیلی از افراد شاید در اینترنت اگر بگردید وقتی در مورد دریوتیو و مشتقات صحبت میکنند که دو معامله اصلی مشتقات، یکی همین اختیار معامله است که الان میخوام خدمتتون توضیح بدیم و دیگری معاملات آتی یا فیوچرز هست، اینها واقعا مخصوصا مشتقات اختیار معامله، محاسبات اینها و ریاضی که در اینها به کار رفته پیشرفته ترین در واقع ریاضیاتی است که شاید در تمام علوم مدیریت و اقتصاد ما داریم. و به این دلیل هست که این مطالب بسیار پیچیده رو ساده کنن کار بسیار مشکلی بوده. چه کسانی از این کار از عهده این مهم برآمدند؟ دو نفر بودند. یکی همین آقای دانچنس بود که استاد ما در ویرجینیا تک بود و من خدمت شما درباره ایشون صحبت کردم، و دیگری آقای اسمیتسون بود که همزمان با آقای دانچنس کتابی رو در زمینه مدیریت ریسک‌های مالی فراتر از مشتقات نوشت. البته ایشون مشتقات هم به طور کامل توضیح دادن، ولی فراتر از مشتقات نوشتن که اتفاقا ما در مقطع MBA در اون زمان کتاب آقای اسمیتسون رو تحصیل کردیم. یعنی آقای دانچنس حتی کتاب خودش رو تدریس نکرد، کتاب آقای اسمیتسون رو تدریس کرد. و بعدها آقای جان هال کتاب بسیار خوبی نوشتند، البته دو کتاب بسیار مطرح در این زمینه دارند که حالا امروز رو نمیدونم، ولی چند سال پیش استاد برجسته فایننس دانشگاه تورنو یا تورنتو یا شهر بزرگ کانادا، پایتخت که نیست، شهر بزرگ کانادا، در واقع دانشگاه اول کانادا دانشگاه تورنتو هست که ایشون استاد اونجا هستن. و یکی دیگه آقای شولتز هست که اینها نفرات برتر ریسک منیجمنت در دنیا هستند. بنده افتخار اینو داشتم که هم شاگرد آقای دانشنس بودم، هم کتاب آقای اسمیتسون رو به فارسی ترجمه کردم. در حدود 1000 صفحه بوده، سالها پیش این به فارسی ترجمه شد، ولی به دلیل حالا به هر دلیلی شاید بگم بد اخلاقی که صورت گرفت، متاسفانه کتاب تا امروز چاپ نشده و خود من فرصت نکردم که این کتاب رو به صورت خصوصی منتشر کنم. دولت‌ها عوض شدند و ما اون در واقع انتشاراتی که قرارداد رو بسته بودیم متاسفانه دولتی بود و این کتاب هنوز چاپ نشده. ولی خب ما از مطالب این کتاب و از ترجمه این کتاب بنا داریم در 6 ماه آینده در دوره‌های گسترده مدیریت ریسک‌های مالی و فیوچرز، آتی‌ها، مشتقات اینها استفاده کنیم. یعنی بنا داریم که یک کار بسیار متفاوتی رو این دفعه انشالله ایجاد کنیم و اون این هست که ترکیبی از مطالب کتاب‌های مختلف رو ارائه بدهیم، ولی اینها رو از این بعد ترکیب می‌کنیم. دوستانی که در کلاس های دوره اقتصاد جامع کلان و دوره جامع اقتصاد کلان و دوره جامع اقتصاد خورد من حضور داشتن میدونن که من همیشه 2 تا کتاب رو به صورت موازی تدریس میکردم. این دفعه بنا دارم از چند منبع استفاده کنم، ولی اینجوری نباشه که اسلایت های یک کتاب رو تدریس کنم بعد برم اسلایت های کتاب دیگر رو تدریس کنم، بلکه شالوده مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. حالا شما ممکنه که از من ایراد بگیرید، بگید خب اگر اینطور بود چرا برای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان این کارو نکردی؟ دلیلش این هست که من میخواستم به صورت مقایسه ای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان رو تدریس کنم. اگر خاطرتون باشه اساتید اقتصادی با نگرش های سیاسی و عقیدتی متفاوت رو ما در واقع اومدیم، در واقع برترین کتاب هایی که از نهله های مختلف فکری علم اقتصاد در واقع نوشته شده بود، ما سعی کردیم که 2 تا کتاب به عنوان نماینده از هر نهله فکری ارائه بدیم. در دوره مدیریت ریسک‌های مالی و به طور مشخص مشتقات انقدر مطالب سنگین هست و انقدر مطالب زیاد هست که من ترجیح میدم که مطالب رو خودم گزینش کنم و خدمت شما عزیزان ارائه بدهم. خب این من عذرخواهی میکنم از برخی از عزیزان شاید بگن که خب چرا قیمت دوره بالا رفته. دلیلش این هست که مقدار کاری که خواهد برد تا ما بتوانیم واقعا این مطالب رو در سطح کاربردی خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم خیلی زیادتر از دوره‌های اقتصاد خواهد بود.
عرض کردم خدمتتون، این نوع دوره ها رو تحت عنوان راکت ساینس میشناسن. حالا ما وقتی که همین اختیار رو شروع کنیم، البته دوستانی که امروز در وبینار حضور دارن که در واقع یک تخفیف خوبی رو دریافت خواهند کرد، ولی ما کار خیلی گسترده تری رو باید انجام بدیم. بعدم اینها دورهایی هست که درآمدزا هست و ما امیدواریم که بتوانیم از منابع این دوره ها استفاده کنیم برای اینکه فعالیت کلینیک اقتصاد رو پس از سالها گسترش بدهیم، اگر انشالله توفیقی باشه. و این دوره های مدیریت ریسک بخشی از دوره MBA بازارهای مالی خواهد شد که انشالله در واقع قراردادهاش آماده است و در واقع دوستان باید مطالب رو درس‌ها رو بگذرونن تا بتونن دوره MBA بازارهای مالی رو از مؤسسه ترجمان علوم دریافت بکنن. من مردد بودم و حتی عرض کنم خدمتتون همین امروز هم یه مقداری شک دارم میتونم دوره مدیریت ریسک‌های مالی و مشتقات رو آغاز کنم و میتونم که در واقع به عنوان سیلابس MBA بخشی از CFA لول 1 رو خدمت شما ارائه بدم. هر دوی اینها رو من میتونم ارائه بدم، منتها در CFA هم شما احتیاج دارید که مشتقات رو بدانید و مدیریت ریسک مالی رو بدانید و این مطالبی که در این 6 ماه آینده گفته خواهد شد هم به درد شما میخوره که مدرک CFA رو که مهمترین مدرک بین المللی در زمینه سرمایه گذاری هست رو دریافت کنید، هم به شما امکان میدهد که همزمان مدرک دیگری رو دریافت کنید، مدرک در واقع FRM یا Financial Risk Management که مهمترین مدرک در مدیریت ریسک و مهمترین مدرک در دنیای بانکداری هست. خب ما بریم جلوتر از این مقدمه خدمتتون عرض کردم. پس تقریبا با علم روز انشاءالله ما جلو خواهیم رفت. عرض کردم خدمتتون که افرادی که سرآمد رشته اختیارات و مشتقات بودند آقای دانچنس بود، آقای اسمیتسون بود و نفر سوم آقای جان هال استاد دانشگاه تورنتو بود که آقای جان هال 2 تا کتاب نوشتند که این اسلایدهایی که میبینید بخشش از کتاب دانچنس گرفته شده، بخشش از کتاب در واقع جان هال گرفته شده و ما اینها رو ترکیب کردیم و امروز خدمت شما هستیم. بسیار دوستان عزیز، چون با من آشنا هستید و بنده در مقدمه از خودم در واقع از پیشینه خودم عرض کردم خدمتتون، البته بنده 2 سال وی پی سیتی بانک بودم، 10 سال استاد دانشگاه استرالی ولنگونگ بودم، استاد بانکداری دانشگاه استرالی ولنگونگ بودم و اون مطالبی هم که اونجا ما گرفتیم من سعی میکنم در این کلاس ها به صورت کاربردی تا حد امکان خدمت شما ارائه بدهم. نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک و دوره های مشتقات و دوره های مالی هست این هست که دوره های مالی باید به صورت تا حدی کاربردی ارائه بشود. از این نظرم حجم کاری که از ما خواهد برد در پشت صحنه خیلی زیاد خواهد بود تا ما بتوانیم انشالله در آینده دوره کاربردی خدمت شما ارائه بدیم. خیلی خوب، این فصل 10 کتاب آقای جان هال هست که میبینید. اسم کتاب آقای جان هال هست Options, Futures and Other Derivatives. کتابی بود که قطر کمی داشت و 20 سال پیش خیلی کوچکتر بود، به تدریج گسترش پیدا کرد. الان کتاب آقای جان هال امروز وقتی آدم میبینه واقعا شوکه میشه که 800 صفحه کتاب هست، خیلی ریزم نوشته شده، مطالب بسیار زیاد و متنوع هست که یک نکته هم خدمتتون عرض کنم. دوستان عزیز، شما ممکنه که مثلا ادبیات فارسی یا ادبیات انگلیسی یا ادبیات عربی یا حتی ریاضیات یا حتی فیزیک رو شما بتونید به صورت سلف استادی خودتون مطالعه کنید. دقت می‌فرمایید. اما خیلی بعیده شما بتوانید مثلا زبان ژاپنی رو خودتون مطالعه کنید. زبان ژاپنی انقدر از ذهنیت یک فرد ایرانی و با زبان فارسی دور هست که خیلی بعیده فرد بتونه خودش این کارو انجام بده. متاسفانه مباحث مشتقات، همین مسئله اختیار معاملات و آپشن ها که خدمت شما عرض میکنم، زبان خاص خودشو داره و این که شما میبینید در کشور ما افراد بسیار نخبه، بسیار دلسوز، موفق در همه زمینهای در واقع همه زمینهای زندگیشون ماشاءالله افراد موفقی هستن، وقتی میان آپشن ها رو برای شما توضیح بدن خیلی وقتا گیر میکنند و اشتباه خیلی وقتا مطالب رو خدمت شما ارائه میدن. چرا این مطالب رو اشتباه خدمت شما ارائه میدن؟ چون حجم وکبیولری و حجم اصطلاحات و اکسپرشنزی که شما باید بدانید بسیار بسیار زیاد هست. این
این مزیت بنده هست، حالا اگر تعریف از خود نباشه، من یک توفیقی که داشتم این هست که به تعاریف خیلی دقت میکنم، وقت میگذارم که شما این زبان را بیاموزید. برای همین هست که ما معمولا کلاسامون رو دو زبانه ارائه میدیم، یعنی اسلایت ها رو دو زبانه تهیه میکنیم. چرا؟ برای اینکه خیلی وقتا شما اگر که مثلا اصطلاح فارسی رو بدونید و اصطلاح انگلیسی رو ندونید، بعدا نمیتوانید این تطابق رو شکل بدهید و اینها مایه دردسر خیلی جدی میشه. من حتی دوستان که کمک کردن امروز اسلایدار رو ترجمه کرده بودن، وقتی من دوباره اسلایدار رو اصلاح کردم، حجم اصلاحات بسیار بسیار بالا بود. چرا؟ برای اینکه زبان مشتقات و زبان دریویتیوز و زبان کلن زبان بازار مالی با زبان انگلیسی مصطلحی که شما ممکنه که مثلا زبان انگلیسی زبان مادریتون هم باشه، بسیار بسیار متفاوته. این رو مد نظر داشته باشید، دقت بفرمایید که وقتی ما در مورد تک تک این کلمات که صحبت میکنیم، لطفاً یادداشت بفرمایید و سعی کنید دقت کنید اون کلمه و اون اصطلاح رو همون وقت یاد بگیرید. اگر سوالی دارید، اگر متوجه نشدید، از من بخواید که دوباره خدمت شما ارائه بدهم. چرا؟ برای اینکه اگر رد بشیم دیگه مشکل پیدا میکنیم، دیگه نمیتونیم به راحتی برگردیم و خیلی برای شما سخت خواهد شد. یعنی در کلاس مشتقات معمولاً اینطور هست که از یک لحظه به بعد انقطاع صورت میگیره. مثل که شما دارید زبان ژاپنی یاد میگیرید، سلام و خداحافظش رو یاد میگیرید، مرحله بعدی که میخواید بگید حال شما چطوره، اگر متوجه نشید که استاد چه گفت، دیگه تا آخر کلاس چیزی متوجه نخواهید شد. این عرض کردم اینها مطالب مشکلی هست. کلاس امروز ما در مورد یک سری قراردادهای خاص مالی هست که این قراردادهای خاص مالی ابزار بسیار موفقی بوده، ابزار بسیار کاربردی بوده. در حد این ابزار کاربردی بوده که من خاطرم از دانچنس سر کلاس میگفتند که برخی از بزرگان دریویتیوز اعتقاد دارند که شاید در آینده کمتر معاملات روی دارایی پایه یا دارایی زیرین صورت بگیره و بیشتر معاملات از طریق مشتقات انجام بشود. این جمله رو الان من باید برای شما ترجمه کنم. یعنی چی دارایی پایه یا دارایی زیرین؟ دارایی پایه یا دارایی زیرین یک قیمت هست، یک دارایی است که یک قیمت داره، هر چیزی میتونه باشه، مثلا نفت، مثلا گاز، مثلا طلا، مثلا گندم، مثلا سهام اپل، مثلا سهام ایران خودرو، مثلا جفت ارزها، مثلا کریپتو. دقیق بفرمایید، تمام اینها رو که قیمت هستند، شما این قیمت ها رو میتونید بگیرید و روی این قیمت های قرارداد تنظیم کنید. وقتی روی یک قیمتی شما میاد قرارداد تنظیم میکنید، این قرارداد جدید شما یک سری مسئولیت ها رو از سمت فروشنده به سمت خریدار منتقل میکنه. دو طرف قرارداد قراردادی رو امضا میکنند که البته این قرارداد امروزه در پشت صحنه قرار داره. یعنی شما به جایی که مثلا در واقع سهام مثلا ایران خودرو رو بخرید، میرید آپشن خرید مثلا اختیار خرید ایران خودرو رو خریداری میکنید. این که اختیار خرید ایران خودرو رو خریداری میکنید، فرد دیگری این اختیار خرید ایران خودرو رو به شما فروخته. اون فردی که اختیار خرید ایران خودرو رو به شما فروخته یک سری حقوق و مسئولیت ها داره و شما که این اختیار خرید ایران خودرو رو خریدید، یک سری حقوق و مسئولیت ها خواهید داشت. یک قرارداد فرمی در پس زمینه وجود دارد، در پشت این بازار وجود داره که بر اساس اون قرارداد در واقع در نهایت عمل خواهد شد. خب نکته اصلی اینجاست که این قرارداد خودش میتونه ارزش داشته باشه، بنابراین قرارداد رو شما میتونید خریداری کنید. مخصوصا در مورد آپشن ها اینطور هست. در مورد قراردادهای سلف فوروارد و فیوچرز یا آتی یا آتی ها، اینها رو در بدو امر احتمالا ارزش قرارداد صفره و در طول زمان بسته به این که روند قیمت به کدام سمت باشه، ممکنه که این قرارداد ارزش مثبت پیدا کنه یا ارزش منفی پیدا کنه. حالا به من نگید ما نمیدونیم سلف چیه، نمیدونیم سوآپس چیه، نمیدونیم آپشن چیه. همه رو خدمت شما توضیح خواهم داد. مرحله به مرحله جلو بریم. یک دارایی پایه داریم. این دارایی پایه قیمتی داره.
این فلاکچویت میکنه، بالا پایین میره این قیمت، بر اساس اینکه این قیمت چگونه حرکت بکند ما یک قرارداد دیگری رو روی این در واقع این قیمت میاییم و چکار میکنیم؟ میاییم و قرار میدهیم، یک قرارداد دیگری را میبندیم که ممکنه حالا با این افزایش و کاهش قیمت این قرارداد ما با ارزش بشود یا بی ارزش بشود. حالا مسئله این هست دوستان عزیز، دقت بفرمایید، مسئله این است که اصلا چرا ما ممکنه به این چنین به چنین قراردادهایی احتیاج داشته باشیم؟ چون در محیط بازار آزاد ریسک قیمتی کشنده است. ریسک قیمتی میتونه خسارت‌های خیلی جدی بزنه. در گذشته این قراردادها و این ابزارها وجود نداشت. مثلا در دنیای گذشته در 200 سال پیش اگر زلزله میومد همه تسلیم مقدرات الهی بودند. وقتی زلزله می اومد میگفتن دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، ما که نمیتونیم خونه هامون از این محکم تر بسازیم، بنابراین فوت میشدن، از بین میرفتن، زخمی میشدن، شهرها از بین رفتن. اما امروزه وقتی زلزله میآید در بسیاری از شهرها ابزارهایی وجود دارد، خانه ها به نحوی ساخته میشه که میتواند اثر اون زلزله رو بگیرد. در بازارهای مالی در ایران وقتی قیمت ارز بالا میره شما چه کاری از دستتون برمیاد؟ کاری از دست شما بر نمیاد وقتی قیمت ارز بالا میره. ولی چیکار میکنید؟ ولی در مثلا در کشورهای دیگر وقتی قیمت ارز بالا و پایین میره قراردادهایی دارند روی قیمت ارز که ریسک قیمتی ارز رو پوشش میدهند. این پوشش که من خدمت شما عرض کردم یک واژه است در زبان انگلیسی که تحت عنوان هج یا هجینگ شناخته میشه. من اینجا می نویسم در واقع در این چت، امیدوارم که کلاس صدا و تصویر مشکل نداشته باشه. ببینید هج، هج کی می دونه؟ هجینگ، هج، حالا هج نوشتم. دوستان هج یعنی چی؟ پوشش ریسک، باریکالله. هج یعنی پوشش، پوشش ریسک. هج یعنی پرچین. پرچین می دونه چیه؟ مثلا مزرعه هست دورش میان پرچین میگذارن، درسته؟ دورش میان یک پرچینی میگذارن که جلوگیری کنه از اینکه افراد ناشناس یا حیوانات وحشی یا موذی وارد این در واقع محوطه بشوند. هج همون پرچینه، پرچین در مقابل ریسک هایی که میتونه به شما صدمه بزنه. ببینید داره چی میگه؟ نمیگه ریسک رو از بین ببریم. اولین نکاتی که بنده از دانچنس یاد گرفتم همین نکته بود که در دنیا خیلی به ندرت میشه شما ریسک رو کلن از بین ببرید. یکی از مسائلی که دانچنس به ما گفت، گفت آه چگونه ممکنه شما ریسک ها رو حذف کنید؟ ببینید یه خودرو دارید، میخواید از تهران برید شمال، آیا ممکنه ریسک رو حذف کنید؟ یه وقتایی میتونید ریسک رو بالاخره تا یک حدی ممکنه یک کاره بشه در مورد ریسک انجام داد، مثلا با سرعت کمتر بروید. دوستان اگر شما با سرعت 20 کیلومتر در ساعت برید شمال، ریسک کم میشه یا زیاد میشه یا اصلا ریسک چی میشه؟ چی به سر ریسک میاد؟ آه نه، آیا با سرعت 20 کیلومتر در ساعت برید شمال ریسک کم میشه؟ ریسک زیاد میشه؟ ریسک بالا داره؟ بله. حالا به ریسک سیستماتیک میرسیم، حالا خیلی کار داره. دوستان عزیز وقتی با سرعت 20 کیلومتر در ساعت تشریف میبرید شمال، یک ریسکی رو به ریسک دیگری تبدیل میکنید. وقتی سرعتتون 150 کیلومتر دارید شمال میرید، ریسک افتادن در دره هست، ریسک تصادف با ریسک انحراف از جاده هست، ریسک تصادف با نفر جلویی هست. وقتی با سرعت 20 کیلومتر در ساعت حرکت کنید، ریسک این هست که از پشت به شما بزنند. پس شما ریسک رو کم نکردید، ریسک رو تبدیل کردید، از یک نوع ریسک یک ریسک دیگری دارید. دقت می‌فرمایید؟ خب یک سرعت متعادلی میتونید داشته باشید. در سرعت مثلا 100 کیلومتر 120 کیلومتر در ساعت هم ممکنه شما به ماشین جلوی بزنید، هم ماشین عقبی ممکنه به شما بزنه، ولی خب این سعی کردید به یک تعادلی در ریسک ها برسید. اما این مثالی که زدیم یکی از معدود مثال هایی بود که من میتونم خدمت شما عرض کنم که شما واقعا ممکنه در جاده تهران شمال بتوانید ریسک را کم کنید، و آن این هست که یک اتوبانی بزنید که هر جا به دره میرسه پل بخوره و هر جا به کوه میرسه چی بشه؟ به کوه میرسه تونل بزنید.
و اگر این پیش و خمهای جاده رو شما با این هزینه سنگین از بین ببرید، در واقع ریسک رو از بین برده اید. اما وقتی در دنیا در مخصوصا دنیای مالی میگردید، معمولا میبینید که ریسک ها تبدیل به هم میشوند، ریسک ها حذف نمیشوند. و بنابراین شما چه میکنید؟ شما خیلی وقتا میرید دنبال افرادی میگردید که ریسک پروفایلشون، یعنی ساختار ریسکشون، کاملا متفاوت با شما هست، کاملا متفاوت با شما هست. و شما در این حالت میتوانید پوشش ریسک بدهید یا انتقال ریسک بدهید. مثال میزنم خدمت شما. مثلا فرض کنید شما یک شرکت نفتی رو در نظر بگیرید، یک پالایشگاه نفت رو در نظر بگیرید که یا شرکت نفتی تولید کننده نفت خام رو در نظر بگیرید. این وقتی قیمت نفت بالا میره چی میشه؟ وقتی قیمت نفت بالا میره سود میکنه، وقتی قیمت نفت پایین میاد ضرر میکنه. حالا یک شرکت ایرلاین بزرگ رو در نظر بگیرید، مثلا ایرلاین، مثلا ترکیش ایرلاین یا امرس ایرلاین، اینا شرکت خیلی بزرگی هستن. قیمت نفت یک دلار بالا میره، امرس ایرلاین و ترکیش ایرلاین به شدت ضرر میکنن، و قیمت نفت وقتی یک دلار پایین میاد اینها سود میکنن. دقت فرمودید؟ قیمت نفت بالا میره تولید کننده نفت سود میکنه، قیمت نفت بالا میره شرکت هواپیمایی ضرر میکنه. قبول دارید دوستان؟ پس اینها ساختار ریسکشون کاملا در تعارض با هم دیگه است، کاملا متفاوت با هم دیگه است. اینها می توانند از این ابزارهایی که ما تحت عنوان مشتقات میشناسیم، مشتقات رو ابزار مینامند، مشتقات رو قرارداد هم مینامند، میگن options contracts، میگن options instruments. دقت میفرمایید؟ هر دوشو ممکنه بگن، میگن options vehicles. vehicles یعنی ماشین وسیله نقلیه، به ابزارهای مالی vehicles هم میگن. اینا رو شما باید دیگه بدونید، دیگه با هم راحت باشیم و یکی یکی بریم جلو. از این ابزارها شما استفاده میکنید، یک نوع انتقالی بین شرکت هواپیمایی و شرکت تولید نفت برقرار میکنید، یک نوع تعادلی برقرار میکنید. میگید آقا ما قیمت رو میذاریم 50 دلار مثلا، اگر قیمت نفت شد 60 دلار، تولید کننده نفت سود میکنه، ایرلاین ضرر میکنه. اون 10 دلار بالاتر رو تولید کننده که سود کرده منتقل میکنه به ایرلاین که ضرر کرده. دقت فرمودید؟ برعکسش، قیمت نفت اومد شد به جای 50 دلار شد 40 دلار. حالا ایرلاین سود میکنه، تولید کننده نفت ضرر میکنه. حالا ایرلاین این پول رو منتقل میکنه به تولید کننده نفت. این مثالی که برای شما زدم یک مثالی است از مشتقات یا دریوتیوز که تحت عنوان قراردادهای سلف یا قراردادهای آتی شناخته میشه. اگر در بورس معامله بشه بهش میگن قرارداد آتی، اگر خارج از بورس باشه بهش میگن قرارداد سلف. پس متوجه شدید که این ریسک ها به هم میتونه منتقل بشه از طریق این قراردادها. خیلی خوب، ما مقدمه گفتیم خدمت شما، آغاز میکنیم. ولی قبل از اینکه آغاز کنم یک جمله هست از کیت جنینگز، من اینو خدمتتون میخونم. میگه این مشتقات، حالا این مشتق یعنی، مشتقات یعنی چی؟ ما گفتیم قراردادهایی هستند که بر اساس یک قیمت نوشته میشوند. پس بعد گفتیم این قراردادها ارزش دارن، قیمت دارن، خودشون خرید و فروش میشن. بعض وقتا خرید و فروش قیمتهای میلیون دلاری و میلیارد دلاری دارن این قراردادها. شما فرض کن نفت یک کشور رو رفتی پوشش ریسک دادی، قیمت نفت از 50 دلار شده 100 دلار. حالا ارزش این قرارداد چقدره؟ ارزش قرارداد دفعه میبینید یک دونه قرارداد ارزشش 2 میلیارد دلار میشه، چون قیمت نفت مثلا از 50 دلار شده 100 دلار، خیلی تغییر کرده. دقت میفرمایید؟ حالا ما این قراردادی که از یک قیمت دیگه منتج شده به اون قیمت میگیم دارایی پایه یا دارایی زیرین یا underlying asset. به این قراردادی که میاد روی این قرار میگیره یا از این قیمت مشتق شده یا از قرارداد دیگری مشتق شده، ما بهش میگیم derive derivatives. derive یعنی مشتق شدن، یعنی از چیز دیگه گرفته شدن. در فارسی هم بهش میگیم مشتقات. این مشتق رو که میگیم در ریاضیات، ما یک عملیاتی داریم تحت عنوان مشتق و انتگرال میشناسیم، نمیدونم دوستان آشنا هستن یا نه. در زبان انگلیسی به اونم میگیم derive، در زبان فارسی هم به اون میگیم مشتق، به این هم میگیم مشتق. ولی اینها یکی نیستند، اون یک مفهوم ریاضی هست، اینجا یک مفهوم
مالی هست که ما مد نظر داریم. حالا میگه این مشتقات خیلی شبیه اتم هستند. میگه تشبیه مشتقات به اتم مفید است. میگه اگر اتم رو به یک نحو بشکافی، گرما و انرژی تولید میکنه که خیلی مفیده، همه راضی هن، خیلی خوبه. مثلا انرژی اتمی، مثلا نیروگاه هسته‌ای شما ایجاد بکنی. میگه اگر به روش دیگری شکافتی، اگر یک جای اشتباه کردی، خدای نکرده ممکنه یک بمبی بشه که یک شهر رو از بین ببره. حالا این منظورش چیه؟ میگه اینا خیلی خطرناکن عزیزان، از اینا استفاده نکنید مگر اینکه خوب یاد بگیرید. حالا من کسی نیستم، ولی از استاد یاد بگیرید. من تا یه حدی بلدم، من بیشتر این مبحث رو آکادمیک بلدم. حالا برعکس، درسته که رشته اصلی بنده بوده در مقطع کارت ام بی ای و بعد در سال 2012 مهمترین مدرک در واقع مدیریت زیست در دنیا رو که اف آر ام باشه دریافت کردم، اولین ایرانی بودم که این مدرک رو دریافت کردم. ولی بیشتر من سعی میکنم کلاس رو ببرم به سمت کاربرد. دقت میفرمایید؟ ولی اگر خواستید این مباحث رو به کار بگیرید، حتما استاد داشته باشید، حتما از افراد کارکشته بیاموزید. چرا؟ برای اینکه میگه you have to understand the subtleties. subtleties یعنی چی؟ یعنی نکته های ریز. شما باید به ظرافت ها توجه داشته باشید. در مبحث مشتقات اگر ظرافت رو در نظر نگیرید، فاجعه به بار خواهد اومد عزیزان من. خب در مورد کتاب اسمیتسون برای شما صحبت کردم. چرا کتاب اسمیتسون انقدر مشهور شد؟ به دو دلیل کتاب اسمیتسون در دنیای مشتقات و در دنیای مالی یک اثر ماندگار شد. یک دلیل این بود که کتاب اسمیتسون اومد و قراردادهای پیچیده‌ای که تحت عنوان مشتقات شناخته می‌شد به 4 قرارداد پایه و اصلی تبدیل کرد، تقلیل داد به 4 قرارداد. و این تقلیلی که اسمیتسون انجام داد، این ساده سازی که اسمیتسون انجام داد، این ساده سازی بعدها ادامه پیدا کرد و تا امروز هم اگر کتاب ها رو ببینید بر اساس همین طبقه بندی مشتقات ساده که اسمیتسون شاید اولین بار و دانچنس اولین بار انجام دادن، هنوز بر همون اساس هست. خب دقت کنید این 4 تا قرارداد چه قراردادهایی بودن. اولین و ساده ترین قرارداد، قرارداد سلف بوده. دومین قرارداد که بر اساس قرارداد سلف نوشته شده و بسیار قرارداد پیچیده‌ای بود، قرارداد آتی بود. سومین قرارداد، قرارداد پایاپای بود. قراردادهای سلف و پایاپای خیلی به هم نزدیکتر هستند. ویژگی‌هایی دارن که به هم نزدیکتر هستند. قرارداد آتی در مرز قرار می‌گیره و قراردادهای اختیار معاملات یا آپشنز قراردادهای کاملا متفاوتی بودند. پس 4 نوع قرارداد مشتقات اصلی ما داریم. در زبان انگلیسی یک اصطلاحی داریم تحت عنوان plain vanilla شناخته میشه. دوستان عزیز کی میدونه plain vanilla یعنی چی در زبان انگلیسی؟ مثلا میگه it's a vanilla یا it's a plain vanilla. وانیل، بستنی وانیلی که میگن منظور چیه دوستان؟ رایج، ساده و بدون ریسک. اولیشو درست گفتی، دومیشو نه. رایج نه. ببینم دوستان دیگه میرسن. بازی ساده یا بعضی ساده. بله دوستان گفتید دیگه، حالا دوستان دیگه هم بنویسن. ساده و شفاف. آره آفرین آقای مهدی، خوب گفتن. گفتن ساده ترین ابزار، ساده ترین نوع هر چیزی. میدونیم از کجا اومده؟ میدونیم از کجا اومده؟ از چیز، از همین بستنی ایتالیایی. بستنی ایتالیایی هست، هر کدوم به یک رنگه. بعد افراد، حالا من فکر نمی‌کنم اینطور باشه، یعنی ببینید بستنی ونیلا، بستنی وانیلی به نظر من این بستنی واقعا یک طعم خیلی خاصی داره، ولی از نظر خیلی ها این طعم چی بوده؟ یه طعم ساده‌ای بوده. یعنی اگر می‌خواستم بگم بستنی برای من بیار که هیچی نداشته باشه، هیچ طعمی نداشته باشه، میگفتن پلین ونیلا بیار. همین پلین هم اولش میآوردن. پس این بستنی ساده‌ترین بستنیه. همونطور در این ابزارها پلین ونیلا وقتی میگیم، این 4 تایی که ما خدمت شما عرض کردیم، اینها ساده ترین مشتقات هستند. و در میان اینها، حالا ما امروز با اختیار معاملات شروع کردیم. حالا چرا با اختیار معاملات شروع کردیم؟ چون ممکنه همین یه جلسه به کارتون بیاد.
البته فکر نمی کنم تو این یک جلسه تموم بشه، هفته بعد هم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، یک شنبه بعد یا بالاخره یک جلسه دیگری در خدمت شما خواهیم بود و این رو بیشتر جلو میبریم. خب یک مقدار مختصر در مورد تاریخچه مشتقات خدمت شما عرض کنم. تاریخچه مشتقات با تاریخچه سهام و اوراق قرضه یکی هست، یعنی الان سهام و اوراق قرضه اولین بار در قرون مثلا قرن 16 و 17 میلادی به وجود آمدند، بانک هم در همان زمان ها به وجود آمد، معاملات آتی هم همون زمان به وجود اومده. عجیبه، ولی نه در اروپا، نه در امریکا، در ژاپن. اولین معاملات آتی برنج در ژاپن در قرن 17 هم آغاز شد، ولی آنچه که اتفاق بزرگی بود سی بی او تی بود. سی بی او تی یعنی چی دوستان؟ کی میدونه؟ شیکاگو بورد آف ترید، سی بی او تی. اینا رو باید یاد بگیرید، اینا رو از من شنیدید دیگه یادتون بمونه. سی بی او تی، من یه روزی رفته بودم شیکاگو در امریکا، اصلا باور کنید برای اینکه فقط برم این سه تا بورس رو ببینم که متاسفانه دو تاش تعطیل بود و خیلی من قصه خوردم، فقط شیکاگو مرکنتال اکسچنج رو تونستم ببینم، سی ام ای رو تونستم ببینم و سی بی او تی و سی بی او ای رو از بیرون دیدم، یعنی رفتم ساختمون رو فقط ببینم. دقت می‌فرمایید اینقدر مهمه که آدم با اینا آشنا باشه. و اونجا تور میذارن و یک بار شما وقتی در تور برید از نزدیک ببینید، لمس کنید، خیلی به اندازه 10 تا کلاس میتونید یاد بگیرید. ولی حالا من سعی میکنم بالاخره تصوری رو در شما وجود بیارم. پس سه تا بورس بزرگ در شیکاگو بوده، البته اینها الان زیر یک مدیریت قرار دارن، یعنی زیر یک مالکیت قرار دارن، در هم ادغام شدن. ولی این بورسایی که در هم ادغام شدن هنوز به صورت مجزا اسمشون هست و به صورت مجزا دارن فعالیت میکنن. یعنی از نظر چی ادغام شدن؟ از نظر مالکیتی ادغام شدن. خب هیئت تجارت شیکاگو، ما ترجمه سی بی او تی رو، شیکاگو بورد آف ترید رو تحت عنوان هیئت تجارت شیکاگو ترجمه کردیم، در 1848 افتتاح شده. خب خیلی عجیبه، 1848 میدونید که از ابتدای قرن 20 بود که فعالیت‌های بازارهای مالی به وجود آمدند. بنابراین قدمت سی بی او تی واقعا ارزشمنده، واقعا یک چیز استثنائیه. بعد میبینیم که سیر تکاملی مشتقات کالایی شروع میشه. خب قراردادهای اول، قراردادهای آتی در بورس‌ها، در همین سی بی او تی روی کالاها، قراردادهای معاملات آتی کالایی ما بهش میگیم. منظور ما از کالا اینجا چیه دوستان؟ لفظ انگلیسی چیه؟ بگید، چون اصلا فارسی نمیتونیم، اصلا ترجمه واسش نداریم. این رو من خیلی وقتا انگلیسی به کار میارم، عذرخواهی میکنم. من واقعا تلاشم این است که به زبان فارسی سلیس صحبت کنم و افتخارم این است که مطالب علم مدرن و روز و دانش روز دنیا رو آوردم، دارم به زبان فارسی ارائه میدم. ولی بعضی جاها ما معادله خوبی نداریم، مثل کامادیتی. بنابراین از این به بعد من بعضی وقتا ممکنه بگم آتی کالایی، بعضی وقتا بگم آتی روی کامادیتی. پس بدونید که وقتی میگم آتی روی کامادیتی، منظور از کامادیتی یک سری کالاهای ساده و مواد خامه. حالا این مواد خام میتونه مواد کشاورزی باشه که اون زمان شاید ما بگیم که مرکز معاملات کشاورزی در امریکا به دلیل اینکه کنار دریاچه میشیگان بود، شهر شیکاگو، در شیکاگو قرار داشت. بنابراین شما میبینید که خیلی از معاملات، مرکز بورس، مرکز بورس سهام در نیویورک هست، مرکز مالی، مرکز بانکی در دنیا در نیویورک هست. بسیاری از بانک های بزرگ دنیا، همین بانک سیتی بانک که من بودم، این در واقع مرکزش در نیویورک هست. ولی در معاملات کشاورزی شیکاگو خیلی نقش مهمی داشت. بنابراین شما میبینید که چند شهر امریکا خیلی نقش عمده ای بازی کردن در این کشور به این بزرگی. یکی شهر نیویورک هست، یکی شهر لس آنجلس هست و دیگری شهر شیکاگو هست. و اینجا به خاطر اینکه تمام میدوست و تمام بخش مرکزی امریکا که زمین‌های کشاورزی خیلی بزرگی، خیلی وسیعی هست، اینها این مبادلات رو می آوردن در شیکاگو انجام میدادن. من خاطرم از یه روزی چند سال پیش بودم، این آخرین بار که رفتم امریکا بود، آره دیگه آخرین بار بود، از شیکاگو پرواز کردم به سمت باستن، شهر بوستون، میخواستم دانشگاه MIT و هاروارد و اینها رو ببینم. و اصلا باور نمی کنید این سفری که ما از شیکاگو، یا نه، اونجا از گراند رپیز رفتم، از میشیگان رفتم، ولی گراند رپیز هم نزدیک است به شیکاگو. از شیکاگو ما رفتیم تا بوستن، تا بوستون، و تمام این مسیر سبز بود دوستان و من یک خونه ندیدم. البته فکر نکنید پرواز خیلی در ارتفاع بالا بود، هواپیما کوچک بود و نزدیک به زمین حرکت میکرد. و
بنابراین اگر خونه ای بود باید میدیدیم، ولی به طور باور نکردنی این زمین های کشاورزی زمین های بزرگی هستند. همین زمین های بزرگ کشاورزی باعث شد که بازارهای خیلی جدی مالی به وجود بیاد. اولین معاملات آتی کالایی در CBOT روی گندم، ذرت، سویا و طلا شکل بگیره. البته اینجا اینو نوشته، ولی آنچه که یادم هست CME خیلی نقش جدی داشت روی معاملات کالایی، مشتقات کالایی. یعنی به طور مشخص خدمت شما عرض کنم معاملات فیزیکی رو که مطمئنم در CME انجام میشد. حالا اینجا اینطور نوشته، یه بررسی باید بکنم دوباره خدمتتون بگم، ولی تقریبا در مورد گفته خودم تقریبا مطمئن هستم. خب از اون طرف CME رو شما ببینید، الان CME گروپ رو ببینید چی بوده؟ Chicago Butter and Egg Board. خب ببینید اینا هم مرتب بورد بورد میکردن. بورد آف دیرکترز شنیدید؟ یعنی چی؟ بورد آف دیرکترز. سریع بنویسید دیگه دوستان، خیلی راه داریم. انقدر میخوام براتون مطلب بگم، انقدر زیاده، اصلا مونده مثلا 100 ساعت تموم میشه کل این مباحث. البته این دوره، این فقط یه وبیناره، شاید دو جلسه طول بکشه. آها، بورد آف دیرکترز یعنی هیئت مدیره. این که میگیم شیکاگو باتر اند اگ بورد یعنی یک هیئت، دقت میکنید، هیئت، یک گروهی به وجود بیان که نظارت کنن بر یک بازار عادلانه کره و تخم مرغ. شما ممکنه بگید ای چه ربطی داره، ما هم در ایران اتحادیه صنفی داریم. دوستان عزیز، به نظر شما این بورد هایی که تشکیل شد، این بورس هایی که تشکیل شد، چه فرقی با اتحادیه ما در ایران داره؟ چه تفاوتی دارن؟ این بوردی که به وجود آمده در سال 1898 در قرن 19 هم. یک سری تاجر اومدن دور هم جمع شدن، یک بورد به وجود آوردن، یک هیئتی رو به وجود آوردن. منتها اینا هیئتاشون، اونم کاراشون هیئتیه، منتها نه مثل ما، یه ذره فرق داره. چی کار کردن اینجا؟ مستقلن؟ نه، فقط مستقل نیستن، اتحادیه‌ها در ایران مستقلن، حداقل اتحادیه اصناف مستقلن تقریبا. آفرین آفرین. البته آقای رضایی برعکس، قدرت مالی، نه عزیزم، نه برعکس، این فرهنگی که در امریکا بود یک فرهنگ رقابتی بود. ما که هرچی تلاش کردیم اینو در ایران به وجود بیاریم، تا حالا که اصلا یک یار و یاورم پیدا نکردیم. پس بنابراین وقتی هیئت مثلا شیکاگو باتر اند اگ بورد به وجود می آمد، این هیئت سعی می کرد در بازار باتر، یعنی بازار کره، و بازار اگز یا اگ یعنی بازار تخم مرغ، سعی می کرد یک ساختار عادلانه به وجود بیاره که افراد در عدالت، هم خریدار هم فروشنده، در یک ساختار عادلانه با هم مبادله کنند. در ایران وقتی اتحادیه اصناف به وجود میاد، هدف از این اتحادیه ها مثل مثلا، واقعا واقعا خنده داره، به خدا برای من خنده داره، برای شما، یعنی برای همه باید گریه کنیم. مثلا الان ما یک چیزی داریم به نام چیه، بانک های خصوصی، نشست بانک های خصوصی، چیه، هیئت بانک های خصوصی، یک چنین چیزی. بعد یکی هم تعیین کردن که رئیسشون باشه، بعد کانون بانک‌های خصوصی، بعد کانون بانک‌های دولتی هم دارن. آقا شما اگه امریکا بودین، پشت کنار هم دیگه میشستید، تصمیم میگرفتید که بازار انحصاری اداره کنید، که شما رو میبردن پشت میله‌های زندان. اینقدر تفاوت دیدگاه وجود داره. این هیئت‌ها به وجود آمدن، این هیئت‌ها اولین در واقع بورس‌های جهان به این صورت به وجود آمد. مثلا همین شیکاگو باتر اند اگ بورد تبدیل شد به CME. CME چیه؟ شیکاگو مرکانتایل اکسچنج، بازار بورس تجاری شیکاگو. بازار بورس تجاری شیکاگو یعنی یک بزرگترین بازار بورس کالا در دنیا، بورس کامادیتی در دنیا. وقتی من رفته بودم اونجا اصلا باورتون نمیشه، این مثلا سالونای به چه بزرگی داشت. بعد در این سالونا گودهای وجود، همچنان داشت معاملات به اون صورت هم انجام میشد، یعنی همه معاملات هم به صورت الکترونیکی نبود. و بسیار عجیب بود، بسیار قدرتمند بود، و خیلی سعی میشه که این مبادلات عادلانه باشه. حالا ما جلوتر بریم خدمت شما عرض میکنم. آقای حیدری گفتن که میگن که قیمت تعادلی بر اساس قیمت دستوری که نبوده. نه خیر، بر اساس قیمت دستوری نبوده دیگه. اصلا بنا بوده که بازار عرضه و تقاضا این قیمت رو تنظیم کنه. یعنی قیمت دست کس خاصی نباشه، فرد خاصی نباشه بیاد. اون زمان، همون زمانه، یعنی 1800، انتهای 1800، از 1000، من یک زمانی اینا رو بالاخره پیگیری میکردم، اینا از 1880
بسیاری از مردم امریکا مخصوصا روزنامه نگاران بر علیه انحصارها مخصوصا انحصار راکفلر شروع به فعالیت کردن و این کشور تغییر دادن برای همیشه. اون تو خب مردم ما نمیپذیرن، مردم ما خیلی علاقه دارن که کار نمیدونم حالا چه جوری بگم کار انحصاری شکل بدن. یعنی اصلا مثلا کسی خجالت نمیکشه که ایران خودرو و سایپا در ایران انحصار دارن، اصلا کسی ککش نمیگزه. بعدم حالا مثلا دولتی میخوان خصوصیش بکنن، خب خصوصی بکنی که بدتر میشه که. خب اینا اولین بورسایی بود که در دنیا به وجود آمد. حالا 1970 یا در دهه 1970 1971 بود تا اونجایی که خاطرم هست، نظام برتن وودز که نظام ارزهای نظام ارزی تثبیت شده بود فرو ریخت. از جنگ جهانی دوم به بعد یک نظام ارزی در دنیا وجود داشت که دلار آمریکا به طلا سنجیده میشد. یعنی قراردادی وجود داشت که شما هر وقت می‌خواستی می‌تونستی طلا رو ببری، دلار رو ببری بانک مرکزی آمریکا و طلا دریافت کنی، یا برعکس طلا رو ببری و دلار دریافت کنی، و بقیه کشورهای دنیا ارز خودشون رو به دلار ثابت گذاشته بودند، تثبیت کرده بودند. در 1971 تا 1973 این نظام برتن وودز به طور کامل فرو پاشید. چرا؟ برای اینکه جنگ ویتنام شکل گرفته بود، برای تأمین در واقع مالی جنگ پول بدون پشتوانه چاپ میشد توسط نیکسون، دولت نیکسون پول بدون پشتوانه چاپ میکرد. این پول بدون پشتوانه باعث شد که تورم به وجود بیاد، قیمت طلا رشد کرد چون ارزش پول تضعیف شد، و این باعث شد که یک زمانی برسه که امریکا دید دیگه نمیتونه این قرارداد رو ادامه بده. اصلا یک بزینس های بسیار بزرگی بود که مثلا بانک های بزرگ دنیا انجام میدادن، اونم این بود که مثلا در بازار مثلا چیست در بازار انگلیس، مخصوصا بین انگلیس و آمریکا این بود که در بازار انگلیس طلا میبردن میفروختن، پوند میگرفتن، پوند رو تبدیل به دلار میکردن، دلار رو میبردن امریکا، از بانک مرکزی امریکا طلا میگرفتن، طلا رو برمیگردونن به انگلیس میفروختن، و این جریان ادامه داشت و چه مقدار سود میکردن، تا اینکه بالاخره نیکسون به نتیجه رسید که آقا اصلا تمامش کنیم. یعنی چی؟ ما مگر مسخره دنیا هستیم؟ همه دنیا داشتن این کشور رو چه میکردن. البته اونا درس میگیرن، ما دقیقا همین کارا در کشور ما انجام شد. الان 50 سال است که خروج سرمایه داریم و هیچ گونه توقفی هم این قضیه نداره. در امریکا هم بودم، تا اونها توافقشون با ما این هست که ادامه نمیدن. خب نظام ارزی برتون وودز وقتی پاشید، بلافاصله معاملات ارز خارجی در سی ام ای به وجود آمد. این رو آقای میلتون فریدمن، استاد بزرگ، اقتصاددان بزرگ، استاد دانشگاه شیکاگو، نقل میکنه که در واقع مالک سی ام ای اومد به ایشون مراجعه کرده بود و گفته بود آیا ممکنه که روی ارز خارجی، ارز که دیگه کالا نیست، دیگه گندم نیست، نمیدونم مس نیست، ارز، میشه روی ارز ما مبادله آتی انجام بدیم و بعد معامله مثلا آپشن انجام بدیم؟ گفته بود آره، اینم یه قیمتی مثل سایر قیمتا. اگر شما قراردادی رو تنظیم میکنی بر اساس قیمت خاصی، دقیقا همون قرارداد رو میتونی بیای روی جفت ارزها انجام بدی. و این بود که این معاملات انجام شد. بسیار 1973 یک سال محوری بود. از یک جهتش این بود که معاملات آتی روی ارز شکل گرفت که اصلا بازار معاملات مشتقه مالی کلن ایجاد شد و خیلی رشد کرد. و مسئله دیگر این بود که چرا تا قبل از 1973 قراردادهای اختیار معامله اونقدرها رواج نداشت؟ کسی میدونه دوستان چرا تا سال 1973 اختیار معاملات اونقدر در جریان نبود؟ مدل نبود برای آفرین آقای میلاد، بارک الله آقای میلاد، بعدن باید من بگی از کجا شما اینا رو بلدی. ابزار نه، ابزار بود مشکل، ابزار که یک ایده بود، این ایده رو بلافاصله میتونستن در واقع روی کاغذ بیارند و از نظر حقوقی تستش کنند و مقررات رو بسازن بره جلو دیگه. نه، اون ما گفتیم اصلا معامله اختیار معاملات اونقدر انجام نمیشد. خب اخلا برخی از دوستان ممکنه بپرسن خب قیمت مگر اختیار معامله اصلا چی هست؟ براتون توضیح میدم. ببینید، اختیار معامله یک حقی به خریدار اعطا میکرد که در یک قیمتی بفروشه یا در یک قیمتی بخره. بنابراین اگر مثلا شما سهام مثلا چیو، مثلا سهام اپلو مثلا خریدید با قیمت مثلا $300،
بعد نگرانید که قیمت بریزه، لازم نبود سهام اپل رو بفروشید، میرفتید یک حق فروش رو میخریدید. بنابراین اگر سهام اپل میریخت، شما مثلا در همون قیمت 300 دلار میتونستید بفروشید. یا شما فکر می‌کنید قیمت سهام میره بالا، اصلا به جای اینکه سهمو بخرید، میرید حق خریدش رو میخرید. اصلا فکر می‌کنید اپل از 300 دلار ممکنه بشه 500 دلار، میتونید برید خود سهامو بخرید، میتونید برید با قیمت خیلی کمتر چی رو بخرید دوستان؟ حق خرید سهام اپل رو در قیمت 300 دلار خریداری کنید. ما به این میگیم به این یک نوع دریوتیو، یک نوع مشتقات هست. و چه نوع مشتقاتی هست؟ همون مشتقاتی که اینجا میخوایم توضیح بدیم، اختیار معامله یا اختیارات هست. در زبان انگلیسی بهش میگیم options. options شما یک option، چه تو فارسی هم میگن خودرو آپشن دار هست، مثلا یه آپشن اضافی داره، یعنی یک چیز اضافی. یک حالا در زبان انگلیسی وقتی ترجمه کردیم به فارسی گفتیم اختیار. شما حق داری یا اختیار داری بخری یا بفروشی. خب این ایده رو افرادی مطرح کردن، خب یعنی گفتن که اگر این حق و این اختیار رو داشته باشی، در واقع میتونی سهامتو بیمه کنی. خب سهامتو بیمه کنی، میتونی جفت ارز مثلا یو اس دی یورو یو اس دی رو مثلا چیکار کنی، مثلا بیای بیمه کنی، میتونستی آزی رو بیای بیمه کنی، میتونستی مثلا بعدها مثلا بیت کوین رو بیمه کنی، میتونستی هر قیمتی رو شما میتونی بیمه کنی اگر این حق رو بتونی دریافت کنی، این حق رو به شما اعطا کنن که در این قیمت خاصی بتونی بخری یا بفروشی. اشکال چه بود؟ اشکال این بود مدل قیمت گذاری نداشت. هر چه بیشتر تلاش کردن کمتر یافتند. مثل تلاش بشر بود برای پرواز که سالیان سال تلاش شد تا در نهایت برادران رای تونستن پرواز کنند. اینم دقیقا همینطور بود. سالهای سال تلاش شد تا بالاخره بلک، فیشر بلک و مایرن شولز گفتن آقا ما اینو حل کنیم جایزه نوبل گرفتیم. جایزه نوبل گرفتیم و واقعا هم همینطور شد. میدونید جایزه نوبل در علم اقتصاد به یک اختراع خاص یا به یک کشف خاص داده نمیشه. جایزه نوبل در علم اقتصاد فقط به کسانی داده میشه که جریان سازی کنند، یعنی یک علم جدیدی به وجود بیارن. مثلا من وقتی ویرجینیا تک بودم، آقای بوکنن هم اونجا بود. بوکنن یک برنده جایزه نوبل بی‌نظیره. حالا کمتر در ایران شناخته شده است. ولی بوکنن یک فردی مثل آقای هایک، فردی که اصلا در آیوی لیگ نبوده، هیچ وقت در دانشگاه‌های برتر نبوده، ولی جایزه نوبل رو با اقتدار دریافت کرده. یک کسی مثل فریدمن، یعنی خیلی جایزه برنده بزرگیه در میان برندگان جایزه نوبل. چرا؟ برای اینکه دو علم رو ایشون به وجود آورده، علم اقتصاد سیاسی پولیتیکال اکنامیکس و علم اقتصاد عمومی یا پابلیک اکنامیکس رو آقای بوکنن به وجود آورده. البته یک فرد دیگه هم با ایشون همکاری میکرد که به ایشون جایزه رو ندادن و خیلی بد شد که به ایشون جایزه رو ندادن، چون اینها این دو نفر با همدیگه بودن که این دوتا علم رو به وجود آوردن. ولی در مورد فیشر بلک و مایرن شولز اینطور نبود. اینها فقط یک فرمول تونستن به دست بیارن. اینقدر این فرمول به دست آوردنش کار عجیبی بود و تعداد زیادی اکتشاف همزمان صورت گرفت و از قوانین ترمودینامیک استفاده شد برای این قضیه که واقعا مستحق جایزه نوبل بودن. منتها یکشون فوت شد، فکر کنم آقای بلک فوت شد. و بعد از اینکه بلک و شولز اومدن مدل رو ساختن و به یک فرمولی برای ساده ترین آپشن، یعنی مثلا کال آپشن، پلین ونیلا کال آپشن رو اینا تونستن قیمت گذاری کنن، بلافاصله آقای رابرت مورتون اومد. مورتون در واقع اقتصاددان بسیار برجسته، اومد این رو در واقع مدل دقیقش رو بعداً در واقع سر و سامان داد به اون مدل. به محض این که مدل در واقع فرمول ارزش گذاری، ارزش تعادلی، قیمت تعادلی یا قیمت ذاتی، ارزش ذاتی اختیار خرید به دست اومد، اختیار فروش هم به دست اومد. بعد رفتن روی این که اختیار روی فیوچرز، انواع و اقسام ابزارهای مالی به وجود آمد که این قیمت، این در واقع این ارزش سنجی با استفاده از بلک شولز، مدل بلک شولز مورتون انجام شد. حالا در همان زمان یک اتفاق دیگری هم افتاد، سی بی او ای هم به وجود آمد. حالا سی بی او ای چه بود؟ هیئت بورس اختیارات شیکاگو بورد آپشنز اکسچنج،
البته فکر کنم این آف داره، آف جا نگذاشته اینجا تو این نوشته، در واقع این سلاید کتاب آقای هال، جان هال، چیکاگو بورد آف آپشنز اکسچنج هست، یعنی بورس، هیئت بورس اختیارات شیکاگو. این اومد از سی بی او تی جدا شد. اینجا ببخشید من نوشتم سی بی او ای، اینو داشتم اصلاح میکردم، اشکال از خودم بوده. از سی بی او تی جدا شد، یک بورس جدید شد. البته این بورس ها الان در هم دیگه ادغام شدن، ولی اون زمان اینا از هم دیگه جدا شدن، یک بورس جدید در واقع مجزای شکل گرفت فقط برای اینکه قرارداد اختیار به وجود بیاره. پس همون زمان 1973 قرارداد مشتقه ایجاد شد. و از 1973 تا سال 2001 که من 2002 که با آقای دانچنس ما اینها رو میخوندیم، انقدر اینها رشد کرده بودن که امروز دوستان دیدید امروز در مورد مثلا هوش مصنوعی صحبت میشه. یعنی الان به شما بخواید مثلا به فرزندت بگی برو چی بخون خیلی پولدار بشی، چی میگی؟ یا میگی برو مثلا دیجیتال مارکتینگ بخون، یا میگی برو هوش مصنوعی بخون، اینجور چیزا دیگه، درسته؟ چون الان هوش مصنوعی داره در همه جا وارد میشه. وقتی که من رفتم امریکا، از سخت‌ترین دوره دکترا ورود به دوره پی اچ دی فایننس بود و حتی ام بی ای فایننس، خیلی سخت بود، خیلی پیچیده بود. چرا؟ برای اینکه بازارهای مشتقه به شدت داشت رشد میکرد. و الان نمودارا رو به شما نشون میدم، ببینید این رشد چقدر وسیع بوده. یعنی اصلا ما که واقعا جدا هستیم و خبر نداریم، ولی خب خیلی تاسف خوردم حتی این نمودارا رو امروز میدیدم، خیلی تاسف خوردم که چرا ایران ما نباید در میان اینها باشه. در حالی که سال 1385 بود، من میخواستم برم دیگه سیتی بنک دیگه، سال 1385، من سال 2006 یا 1386 رفتم سیتی بنک دیگه. اون زمان ایران بودم، از بورس فلزات، اون زمان بورس کالا بهش میگفتن بورس فلزات. یک آقای مدیر عامل اونجا بود، آدم دلسوزی بود، آقای هاشمیان، مدیر خوبی هم بود. یک فردی گذاشته بود آقای رضایی. این آدم اصلا ولکن ماجرا نبود، با اینکه رشتهش هم مالی نبود، این آقای رضایی رو گذاشته بودن که چیکار کنه. آقای رضایی رو گذاشته بودن که در واقع آتی رو به وجود بیاره، قرارداد آتی رو به وجود بیاره. ایشون با آقای دکتر درخشان، همون آقای دکتر درخشان که اخیراً مشهور شده، شاید کسی ندونه آقای دکتر درخشان اولین کتاب دریویتیوز رو در ایران آقای دکتر درخشان ترجمه کرد و تعداد زیادی اصطلاحات رو ایشون ترجمه کرده بودن که من بعداً در کتاب خودم خیلی جا از گزیده های آقای دکتر درخشان استفاده کردم. خیلی واقعاً ایشان خیلی زحمت کشیدن و البته ایشون ویراستار علمی کتاب بندم بودن، ولی خب نمیدونم چرا سکوت پیشه کردن، هیچ وقت دیگه از در مورد این مسائل صحبت نمیکنن حالا دیگه. ولی واقعا اندیشمند بودن و کار بزرگی انجام دادن در اون زمان. و من هم سعی کردم اضافه کنم، یعنی من خودم چند صد تا واژه فارسی جدید ساختم در زمینه مشتقات. مثلا من وقتی داشتم کتابو ترجمه میکردم، دارایی underlying assets، اون قیمت پایه‌ای که مشتقات رو بر اساس اون چی میکنیم، من تحت عنوان دارایی زیرین ترجمه کرده بودم. دیدم دکتر درخشان دارایی پایه ترجمه کردن، من هم دارایی زیرین رو به دارایی پایه تغییر دادم. به هر حال این هم بود. دقیق بفرمایید. در سال 2006 2005 بود با من تماس گرفتن، گفتن دکتر درخشان گفته که فقط دکتر سعدوندی میتونه این کار رو انجام بده و ایشون محبت داشتن، من اون زمان دکترام نگرفته بودم و فقط ایشون میتونه قرارداد آتی رو در ایران به وجود بیاره. اینها با من تماس گرفتن، گفتم من به هر بهتون میگم و ما 10 جلسه قرارداد آتی رو برای اینها در بورس توضیح دادیم و خدا رو شکر جا افتاد، خدا رو شکر جا افتاد و جلو رفت. و البته سعی خطای اول کار داشتم. و وقتی بورس آتی که از نظر زیرسا خیلی پیچیده است، وقتی بورس آتی رو شما داشته باشید، قطعا میتوانید بورس آپشن هم داشته باشید و بعدها آپشن به وجود آمد ولی اونقدر گسترش پیدا نکرده متاسفانه. به لطف آقای سیف، فیوچر طلا ترکید. خب خیلی برای من دردناک آقای میلاد این صحبت که شما میفرمایید، یعنی واقعا این قرارداد فیوچرز همیشه افتخاری برای بنده بوده و واقعا الان همین الان که شما نوشتید واقعا بغض گلومو گرفت. یعنی شما بیه برای کشور مثلا کار خیلی ارزشمندی انجام بدی بعد بترکونمش، خیلی سخته. بله خب بریم دوستان، بریم جلوتر. خب دوستان عزیز، این که ما تا الان خدمت شما عرض کردیم، هی گفتیم بورس 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 بورس، هیئت هیئت، یعنی چی؟ یعنی معاملات رو می‌خواستیم اورگانایز بکنیم. معاملات رو در خیلی از جاهای دنیا سعی می‌کنن در بورس ها استاندارد بکنن. ولی فقط این معاملات استاندارد نیست. قراردادهای آپشن
قراردادهای اختیار و قراردادهای در واقع فوروارد و قراردادهای سواب در بین بانک ها بسیار متداوله، هم بین بانک ها هم بین مؤسسات مالی بزرگ بسیار متداوله. و اون زمان که من اینها رو میخوندم، یعنی در ویرجینیا تک بودم و با دان چنس داشتیم اینا رو میخوندیم، ارزش قراردادهای OTC خیلی بالا بود. بعضی وقتا شاید 10 برابر قراردادهایی بود که در بورس معامله میشد. شما ببینید حجم این قراردادها. و اون زمان بزرگترین بازارهای دنیا قراردادهای در واقع فوروارد بود، قراردادهای سلف بین بانک ها به صورت غیر رسمی بود، البته رسمی بود یعنی قانونی بود، ولی در بورس نبود که شفاف باشه، به صورت غیر بورسی بود. بزرگترین قراردادهای دنیا در اون زمان قرارداد فوروارد و سواب روی نرخ بهره بود و بعدم روی ارزها بود، روی ارزهای مختلف بود. دقت فرمودید؟ خب بازار غیر بورسی OTC از خب ببینید، ما این قراردادی که در بورس نیست، که استاندارد نیست، که شفاف نیست، که اطلاعاتش به همه نمیرسه، ما این قرارداد رو تحت عنوان OTC میشناسیم. OTC مخفف over the counter هست. Over the counter. دقت فرمودید؟ over the counter. counter یعنی چی دوستان؟ counter یعنی چی؟ خارج از بورس. باید over the counter رو قراردادهای خارج از بورس ما در نظر گرفتیم، ولی بازم این رو واقعا ترجمه فارسی براش نداریم، همون OTC میگیم خیلی وقتا. حالا counter شمارنده میشه، پیشخانم میشه. بله منظور اینجا پیشخانه. over the counter یعنی بری توی پیشخان، بری مثلا توی بانک کانتر داره، دقت می‌کنی، پیشخان داره، بری اونجا حرفتو بزنی، چیزتو بگیری، پولتو بگیری، بیای بیرون دیگه. دقت می‌فرمایید؟ حالا این OTC یه جای دیگه هم الان به کار میره، اینا رو با هم قاطی نکنید. در داروخونه ها داروهایی که نیاز به پرسکریپشن یا نیاز به نسخه ندارد رو ما تحت عنوان چه می‌شناسیم؟ تحت عنوان OTC یا اوور دی کانتر می‌شناسیم. این رو هم در نظر بگیرید. خب این OTC با اون OTC لزوماً یکی نیستند. این OTC یعنی قرارداد خارج از بورس، پشت پیشخوان، اینجوری میتونیم بگیم. خب حالا امکان کاستومایز کردن یا سفارشی سازی این قراردادهای آپشن مخصوصاً برقرار شد به تدریج. بازار غیر بورسی OTC از آنجا ایجاد شد که سرمایه‌گذاران اوراق بهادار را به معنای واقعی کلمه دور میزهای مذاکرات در دفاتر کارگزاری خریداری میکردن. پس رفتن به کارگزاری و گفتن آقا اصلا من نمیخوام اینو تو بورس بخرم، این تاریخ سررسیدش با اون چیزی که من میخوام یکی نیست، یه قراردادی با این مشخصات برای ما تنظیم کن. گفتن خب اون طرف مقابل کیه؟ خیلی وقت طرف مقابلم میومد، هر دو میومدن کارگزاری میگفتن ما شما فقط چون تو کار مالی هستید، یا میرفتن اصلا در اینوستمنت بانک ها، در مثلا مثل گلدمن ساکس یا سیتی یا اینها میرفتن، دو این گلدمن ساکس مثلا تنظیم میکرد قرارداد رسمی، منطقه قرارداد رسمی در بورس نبود. دقیق فهم این over the counter، این پشت پیشخان بود. مقررات ناشی از بحران مالی 2008-2009 منجر به ادغام بازارهای OTC و محصولات ستت پذیر در بورس شد، Exchange Traded Products. اولا به این ابزارهای مالی خیلی وقتا میگن Products، محصولات. فکر نکنید محصول فقط ما به گندم و جو میگیم محصول، خب؟ به اینها میگیم محصول. خب پس پروداکس هم یادتون باشه دوستان، این چیزا که به شما گفتم چند تا حالا لفظ براشون به کار بردم، چیا بودن؟ همین محصولات مالی. دیگه چی میتونید بگید؟ میتونید بگید پروداکس، میتونید بگید چی؟ کانترکتس. نه عزیز من، رو کامادیتی نه، اون قراردادی که رو کامادیتیه. این ابزارهای مالی رو چیا میتونستیم بگیم؟ پروداکت، کانترکت. نه عزیز من، product، contract، دیگه چی بود؟ instrument، vehicles. 4 تا لفظ برای اینا به کار میره. product محصول، contract قرارداد، vehicle خودرو ماشین، instrument ابزار. اینها همه منظور این نوآور و financial innovation هم بهش میگن. financial کل مفهوم رو میگن نوآوری های مالی. بعد از 2009
دیدن اون قراردادهای بسیار بزرگ OTC که وجود داشته، متاسفانه اینها در سال در بحران 2008-2009 بخششون دچار مشکل شد. گفتن شما باید بیاید یک جای اینا رو ثبت کنید. نه اینکه کاملا در بورس اینا ادغام شدن، ولی تا یه حدی از اون آزادی عملی که در گذشته برخوردار بودن دیگه برخوردار نیستن. خب حالا بورس‌های مشتقات، اولا که اینها بزرگترین در واقع معاملات جهان داره در اینا صورت میگیره. 20 میلیارد قرارداد در بورس‌های مشتقات در سطح جهان معامله میشه. دقت می‌فرمایید. حالا این مربوط به سالی است که دان چانس اینو نوشته بود. هرچند کتاب دان چانس بارها ویرایش شده، ولی به نظر من این اعداد مربوط به سال 2012 است. چرا؟ برای اینکه الان بهتون نشون میدم در واقع گراف ها و نمودار ها مربوط به سال 2012 است. اون زمان 20 میلیارد داشته معامله میشده. خب حالا بعد میبینید که چه مقدارش آتیه، چه مقدارش اختیاره. خب بعد اینا باید دقت کنید که اینها در واقع در اکسچنج معامله میشه. حالا ما چرا اینجا اکسچنج رو حواسمون نبود داشتیم صرافی کارگزاری های اینجا اکسچنج رو معنی صرافی هم میده دیگه، ولی اینجا منظور کارگزاری، کارگزاری های مشتقات معمولا شرکت انتفاعی هستند. دقیقا اینا از فعالیت خیریه نیست. ولی این که این کارگزاری ها میرن عضو چیز میشن، آه ببخشید، نه فقط کارگزاری بلکه خود اکسچنج، بازار بورس، بازارهای بورس در دنیا خصوصی هستند، انتفاعی هستند، سهامدار دارند. دقت میفرمایید یک سری ابله پیدا شدن اخیرا، اومدن میگن بازار بورس کالا رو باید تعطیل کرد، این نهاد خصوصی. بعد طرف میگه من اقتصادم خوندم. تو هیچی نخوندی. دقت میفرمایید اینا خائن به کشور هستند، میخوان تعطیل کنن، میخوان این نهادهایی که بسیار مهمن، نقش مهمترین دلیل توسعه نهادسازیه، مهمترین نهادهایی که باید ساخته بشه نهادهای مالی و نهادهای مقرراتی و قانونی و نظارتی است. دقت می‌فرمایید؟ بله. گفتن که یک سوال آقای مهین پرسیدن، گفتن که من می‌خواستم بدونم آیا ابزار مشتق قیمت رو در آینده می‌سازن یا در دارایی پایه. ببینید دارایی پایه، قیمتی که امروز دارایی پایه داره، بر اساس قیمت امروز دارایی پایه شما قیمت آینده دارایی پایه رو میتونید حدس بزنید یا پیش بینی بکنید. بر اساس اون قیمتی که در آینده شما حدس میزنید یا پیش بینی میکنید و اون دیستریبیوشن قیمت، یعنی قیمت هم شما پیش بینی نمیکنید، یک مجموعه از قیمت ها رو شما برای آینده پیش بینی میکنید، بر اون اساس میاد قیمت این قرارداد رو تعیین میکنید، چون قرارداد مشتق در آینده ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. یکی از با توجه به این سوالی که شما مطرح کردید من خدمت عرض کنم دوستان عزیز، تمام قراردادهای مشتق، بذارید من اینجا بنویسم، OBS هستند. دوستان عزیز OBS یعنی چی؟ بله نوشتم، ببینم دوستانم می نویسن همینو، انتراتونو بزنید ببینم چی نوشت. قراردادها OBS هستن، آف بلنس شیت هستن. آف بلنس شیت، دقت می‌فرمایید؟ آف بلنس شیت یعنی چی؟ یعنی زیر خط هستن، خارج از ترازنامه هستن، زیر ترازنامه هستن. منظور چیه که زیر ترازنامه هستن؟ یعنی اینکه امروز نیست اینا ارزش دارند، ولی اینها به عنوان دارایی و لایبلیتی، به عنوان بدهی و دارایی امروز شناخته نمیشن. در آینده اینها تبدیل به دارایی یا تبدیل به بدهی میشوند. چون در آینده تبدیل به دارایی و تبدیل به بدهی میشوند، امروز نمیتونیم اینها رو در ترازنامه بیاریم. اصلا معلوم نیست که این که الان امروز مثلا آف بلنس شیت بدهی خارج از ترازنامه است، ممکنه در آینده تبدیل بشه دارایی خارج از ترازنامه. این قرارداد خرید سلف ما بستیم، همون فوروارد، قرارداد خرید فوروارد ما بستیم، سلف بستیم، چه شده؟ برعکس شده. مثلا اول اومده مثلا قیمت نفت رو 50 دلار در نظر گرفتیم، قیمت نفت اومده 40 دلار، ما گفتیم ضرر کردیم، تحت عنوان OBS liability یا بدهی خارج از ترازنامه یا بدهی زیر خط میشناختیم، در سررسید قیمت از 40 دلار رفته بالا شده 50 دلار، شده 70 دلار، شده 80 دلار.
یعنی اون چیزی که یک زمانی بدهی زیر خط بود تبدیل شد به دارایی روی خط، اصلا کلا تموم شد، تبدیل شد و اصلا پول میاد توی شرکت، در سر رسید پولشو گرفتید. خب پس به این مسئله دقت کنید. حالا ببینید این کارگزارا میرن توی توی عضو، کارگزارا میرن عضو بورس میشوند. این که عضو بورس میشوند معمولا یک جایگاهی داره که این جایگاه رو خریداری میکنند. اینو در زبان انگلیسی بهش میگن سیت. در فارسی ما ترجمه کرده بودیم به جایگاه. به نظر من بهترین چیز برای سیت جایگاهه، ولی صندلی هم میشه گفت، جایگاه به نظرم بهتره. کرسی، کرسی هم خوبه. آفرین آقای رسول. خب اینو دوستان کلینیک اقتصاد این صندلی رو تغییر بده به کرسی، چون از کرسی خیلی خوشم اومد. های زحمتش های حیدری گفتن. خب دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، اینها داده های سال 2013 هست که کتاب دانچنس معرفی میکنه. ببینید سال 2013 جهان ما چه دنیای ما چه دنیایی بود. ببینید ما قرارداد آتی روی در قرارداد آتی سکه رو من سال 1185 درس دادم، 1186 بود که فکر میکنم ایجاد شد. خب ببینید 1300 میشه 2007، 2006، 2007 قرارداد آتی در ایران به وجود آمده. این 2013 است، 5 سال بعد. و بعد الان میخوام بهتون نشون بدم 2021، 2022 چه اتفاقی افتاده. ببینید در سال 2013 خب اصلا سی ام ای بزرگ 3 میلیارد معامله در صورت گرفته در سال 2013. اوپن اینترست، اوپن اینترست میشه موقعیت باز، یعنی اون قرارداد، یه سری قرارداد مثلا بسته شده، مثلا آتی یک ماهه بوده. حتی ما آتی هفتگی داریم، آپشن هفتگی داریم، بهش میگیم ویکلی، یعنی هفتگی. خب مثلا فرض کنید یه ماهه بوده، یه ماهه بسته شده، چه تعداد قرارداد همین الان بازه، همین الان منتظریم که سررسید برسه اجرا کنیم. اون 83 میلیون در سی ام ای قرارداد باز داشتیم، اوپن اینترست داشتیم. اینجا اینترست، اینترست یعنی علاقه، اینجا فکر نکنید یعنی نرخ بهره. اوپن اینترست مشخصا ترجمهش، در ترجمهش به فارسی ما ترجمه کردم، هم دکتر درخشان اینجوری ترجمه کردم هم بنده، موقعیت باز یا موضع باز یا قرارداد باز، قراردادی که الان همچنان منتظریم. ببینید حجم معاملات یه چیزی حدود 3 میلیارد بوده، 83 میلیون قراردادم در انتهای سال باز بوده. یا خدا. برید به بعدی، اینترکانتیننتال اکسچنج. ببینید 2 میلیارد و 35 میلیون. یورکس 2 میلیارد و 77 میلیون. بعد نشنال استاک اکسچنج آف ایندیا. ای خدای من. یعنی ایندیا وقتی من داشتم در امریکا درس می‌خوندم اصلا احتمال داره وجود نداشت، اصلا قرارداد آتی نداشت، قرارداد آپشن نداشت. سال 2013 ببینیم مقامش کجاست. بعد برزیله، بعد سی بی او ای آمریکاست باز، بعد نزدک آمریکاست او ام اکس، نزدک با ام اکس چی شد؟ ادغام شدن دیگه، نزدک او ام اکس. بعد روسیه. آقا مگه شما مثلا بالاخره مخلص روسیه نیستید؟ مگر که انقدر پوتین رو دوست ندارید؟ آقا شما روسیه رو، حالا شما الان روسیه رو اینجا ببین، باز بریم جای دیگه ببینید چه وضعی داره. بعد کره است، بعد دوباره هنده. دقت فرمایید. حالا بریم جلوتر، 2013 است دیگه، بقیه‌اش هم اینجا می‌بینید. بعد چیه؟ بعد صفحه دوم، 11ام چینه، 12ام چینه، 13ام چینه، بعد 14ام ژاپن، بعد بخت ببینید چجوری داره میره پایین، بعد هنگ کنگ، دوباره چینه، بعد استرالیا است، هند دوباره، کره جنوبی، اصلا انگار که فقط همینا، بعد چینه، بعد کانادا است. تمام شد. دنیای مشتق در اختیار اینهاست. آقای موین دقت بفرمایید. ببینید قرارداد مشتق از جمله قرارداد اختیار، قرارداد سلف، قرارداد آتی، قرارداد پایا پای، انگلیسیاش هم میگم تمام derivatives، all of the derivatives including، شامل options، futures، forwards، swaps، همه اینا با هم دیگه، اون قراردادی که همچنان باز مونده و بسته نشده، تموم نشده، اون مقدار، تعداد قراردادی که باز مونده ما بهش میگیم open interest. پس روی همه این قراردادهای derivatives این تعریف میشه. خب حالا پیشینه تاریخی حجم معاملات آتی رو ببینید. ببینید من سال 2002 داشتم اینا رو میخوندم، وقتی ما نمودارهای سال 2002 رو مقایسه میکردیم با سال مثلا 1990، مثلا حجم معاملات 10 برابر شده بود. از همون 2002 تا 2013
شما ببینید حجم معاملات بازم از 2000 به 8000 افزایش پیدا کرده. چرا؟ چرا اینقدر آرامش در این اقتصادهای پیشرفته حکمفرماست؟ مگر در نظام بازار آزاد وقتی قیمت ها متلاطم میشه مگر کسب و کارها ضرر نمی کنند؟ مگر مردم ضرر نمی کنند؟ میگیم چرا ضرر می کنند؟ منتها بیمه دارن. این قرارداد بیمه است، شما دارید میبینید. دوستان دقت بفرمایید، اینا قراردادهای بیمه است. بیمه ها مرتب داره رشد میکنه. قراردادهای بیمه مرتب رشد کرده. بازارها به یک قوام و ثباتی رسیدن. حالا نگاه کنید از 2013 رو کجا دیدید؟ چقدر رشد کرده بود؟ 2012 2013. حالا مقایسه کنید با 2021. یا خدا. این فقط قراردادهای دریوتیوزی است که در بورس ها داره معامله میشه. ببینید از 10000 10000 میلیون، یعنی از 10 میلیارد قرارداد به 30 میلیارد قرارداد افزایش پیدا کرد. چند نفرن کل ابنای بشر الان؟ بشریت چند نفرن کلن؟ 7 میلیارد 8 میلیارد 30 میلیارد قرارداد فقط در داخل بورس ها معامله شده. آقای احمد، پرپچوالز فیوچرز نیست. پرپچوئیتی منظورتون اگر باشه، یا اگر چیز دیگه است برای من بعداً بفرستید ببینم منظورتون چه بود. پرپچوئیتی باند. خب بعد دوستان این مسئله جالب دیگه هم دقت بفرمایید. به تدریج در یک مدتی قراردادهای فیوچرز یا قرارداد آتی خیلی نقش عمده پیدا کردن، ولی الان به نظر میرسه قرارداد آپشن داره بیشتر جای خودشو باز میکنه. یعنی ترکیب اینا رو که میبینیم رفتیم از پس. بنابراین با برعکس تمام دورهای مشتقات در دنیا، ما این دوره رایگان، ببینا رایگان که برای شما گذاشتیم روی چی بود؟ روی آتی نبود، روی اول به شما اومدم آپشن رو گفتم، اختیار معامله رو گفتم. حالا آقای احمد میبینم که چی بوده در بازار کریپتو. الان کریپتو هم اینجا چیزی شما داریم برای شما بذاریم. خب این چرا اسلاید شما کامل میبینید دوستان؟ بله منم دارم کامل میبینم. خب یه مقدار کوچیکه، فقط باید بزرگش کنم. ملاحظه بفرمایید بر اساس نوع دارایی ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. ببینید حجم قراردادهای فقط از سال 2020 تا 2021 ببینید رشد رو ببینید دوستان. بعد اولش روی سهام ایکویتی، اولش روی سهام، دومیش روی ETF یعنی شاخص سهام. الان این ETF که میدونه یعنی چی دوستان؟ آخه من میخواستم کلاس تموم کنم هنوز تموم نشد. ببینید در دنیای مالی ما یه چیز داریم به نام ETP. دقیق فرمودید ETP. اگه کسی تونست بگه ETP حد زد جایزه داره. ETP یعنی چی؟ هنوز به ETF نرسیدیم. ETF رو کمتون بلدید، باید یه چیزی بگم که ندونید. بالاخره فرقی بین ما شما باید باشه دیگه. نمیشه شما ماشاءالله. آفرین بارک الله. آقای حسین خودت گفتی یا گوگل کردی خداییش. ببینید ETP یعنی Exchange Traded Product، یعنی کل محصولات مالی که در بورس ها معامله میشن. بخشی از ETP ETF هست. دقت فرمودید؟ بخشی از ETP ETF هست. ETF یعنی صندوق‌های قابل معامله در بورس. ما در ایران هم داریم. منتها باز ما به یک تلاشی که ما در دنیا داریم انجام میدیم این است که افتخارات بشری رو به گند میکشیم. من چقدر تلاش کردم جلوی دارایی‌کم و پالایشی‌کم بگیرم. دارایی‌کم و پالایشی‌کم رو اینها عرضه کردند و سیت مدیریتی برای خودشون برای همیشه گرفتند و متاسفانه دیدید که چه شد. اون یک نوع ETF بود. ETF ها خیلی نقش خوبی دارن در اقتصاد. نوع دیگری از ETP داریم، مثلا ببینید کامادیتی داره معامله میشه، اونا دیگه جز ETF نیستن، یا ارز معامله میشه. روی تمام ETP ها شما میتونی آپشن تعریف کنی، میتونی فیوچر تعریف کنی. روی تمام ETP ها، یعنی روی سهام که میتونستی، روی شاخص های قابل معامله در بورس، شاخص صندوق ها میتونی در واقع مشتقات تعریف کنی، روی ارز میتونی، روی کامادیتی یا کالا میتونی،
روی نرخ بهره می توانید و مسائل دیگر هم می توانید. ببینید چقدر رشد داشته و چقدر تغییر و چقدر تنوع پیدا کرده. خب این سفر رو دوباره به حد قبلی برگردونید لطفا. خب حالا اینجا نگاه کنید دوستان، اینجا در سال 2021 ده تا بورس اول دنیا. اولین بورس چیه؟ برای اختیارات سهام فقط ها، فقط اختیارات سهام. ببینید اولین بورس نزدک OMXه. OMX رو که اونجا بهشون نشون دادم، اینجا اسمش کامل ننوشته، نزدک OMXه. نه دیگه، الان داریم بهتون نشون میدیم دیگه، برای اختیارات روی سهام اولش نزدک OMXه. دومیش برزیل، برزیلی که ما در سطح برزیل بودیم، الان ببینید کجا رفته، قرار گرفته. بعدش CBOE است که شاخصهای سهام اونجا معامله میشه. بعد تازه نیویورک میشه NYSE، بعد نیویورک قرار میگیره، بعد مکس اکسچنج هست، بعد اینترنشنال سیکیوریتی اکسچنج باز یک بورس امریکایی هست به نام بورس بین‌الملل، بورس اوراق بهادار بین‌المللی، اون هم در آمریکا هست، بعد هند، بعد یورکس که مربوط به اروپا است، بعد هنگ کنگ و بعد یورونکس که یورونکس با NYSE باز اینها ادغام شده اند. باز حجم معاملات اختیارات آتی های کامادیتی را میبینید چقدر رشد کرده. یعنی الان تمام بازارهای کشاورزی، بازارهای متال، اینها رو وقتی نگاه میکنیم خیلی نسبت به گذشته خیلی حالت بهتری دارن، خیلی در واقع جلوتر رفتن. خب یه خاطره خدمتتون نقل کنم دیگه داریم تمام میکنیم، ببخشید که اینقدر طول کشیده و انشالله جلسه بعد همه امکانات رو سعی میکنم که جوری باشه که شما ببینید این همه زحمتی که کشیدیم بالاخره امروز شرمنده شما شد. ببینید دوستان، من وقتی در اون دوره ده جلسه ای وقتی داشتم نحوه ایجاد بازار آتی رو برای بورس فلزات ایران توضیح میدادم، یه روزی آقای رضایی از من پرسید آقای سعدوندی به نظر شما در ایران ما با کدام دارایی پایه یا دارایی زیرین آغاز کنیم؟ اولین قرارداد آتی که میخوایم تعریف کنیم روی چه باشد؟ خب من بلافاصله جواب دادم خب مشخصه باید روی چه باشد در ایران. گفتن چی؟ گفتم اولیش باید سکه طلا باشه، دومیش باید میله گرد باشه. یک شاگردی داشتم ایشون خیلی ما رو دوست داشت و بندم دوستشون داشتم، ایشون قدر میدونست، خیلی بنده رو بعض وقتا میبرد بالا ایشون، ولی انشالله هر جا اصلا خدا سلامتشون بداره. وقتی که من گفتم میله گرد دیدم پخ زد زیر خنده، بعد دیدم همهشون با هم دیگه لبخنده رو لبشون همچین اینجوری خیلی خنده دار، اصلا یه چیز عجیب بود که آقا ما فکر میکردیم آقای دکتر سعدوندی مثلا رفته مثلا شاگرد دانچنس بوده، این چی داره میگه، این چه جوریه. بعد خلاصه هیچ کس جواب نداد، ایشون به من گفت که آقای دکتر یعنی شما خبر نداری که در دنیا اصلا آتی و آب اختیار روی میله گرد و کلن روی فولاد و استیل نداریم، روی آهن و فولاد کلن قرارداد آتی نداریم. بنده عرض کردم ندارید که ندارید، شما قراردادهای اختیار و قرارداد آتی رو روی دارایی ها، روی قیمت هایی میایید تعریف میکنید که بالاترین مبادلات رو در کشورتون داره. بنابراین باید روی طلا، اونم نه هر طلایی، نه طلای آب شده، باید روی سکه طلا بیاید قرارداد آتی رو تنظیم کنید و تعریف کنید و بعد هم باید روی محصولات فولادی و بعدها البته محصولات پتروشیمی اومد روی محصولات پتروشیمی تعریف کنید. این خاطرات رو از من داشته باشید که دوستان تا یک مدتی به علم بنده ایمان داشتند و اونجور خلاصه بالا می بردند، یه دفعه اتفاق افتاد، ما یه چیزی گفتیم، گفتن آقا در المی لندن هم 3 بار شکست خورد. حالا جالبی که سال بعد در المی لندن به وجود آمد. همین آقای دکتر حبیب نیا رو می بینید دوستان عزیز، همین دکتر حبیب نیا که درس معاملات الگوریتمی رو درس میده، ایشون همون سالها رفتن کسب بزنس اسکول، بعد شروع کردن معاملات فیوچرز و آپشنز انجام دادن. روی چی انجام میداد؟ روی فولاد، روی استیل انجام میداد در المی. پس بعد از اون توصیه بنده واقعا به وجود آمد. خب شما نمیتونی بری آتی رو تعریف کنی رو زیره. آقای رجب باید معامله بنده کافی معامله داشته باشی که آتی رو تعریف کنی، که آپشن، مخصوصا آپشن رو تعریف کنی. چرا؟ تعداد قراردادهای آپشن زیاده،
در تمام این قراردادها باید مبادله صورت بگیره، وگرنه بی دسک اسپرد یا شکاف خرید فروش بالا میره و بازار فرو میپاشد. مارکت فیلیر شنیدید؟ شنیدید شکست بازار؟ اینجا میتونه شکست بازار اتفاق بیفته. عمق بازار مهمترین مسئله است. خب دوستان این همه صحبت کردم اینو خدمتون بگم، بالاترین بزرگترین قرارداد آتی و اختیار در بزرگترین قرارداد کلن مشتق در دنیا متعلق به کدام کالاست؟ ملاحظه بفرمایید اینجا رو ببینید، میتونید بخونید، دیده میشه؟ کی نوشته دوستان؟ حالا اگر دوستانی در بورس فلزات، اون دوستان اون زمان هنوز هستن، یک لبخند بهشون بزنید. بزرگترین قرارداد مشتقه کالایی در تمام بورس‌های دنیا متعلق هست به میلگرد آتی، میلگرد در بورس آتی‌های شانگهای. ببینید چین چقدر بالا اومد. بورس آتی آقا نوشته دیگه، نگید نفت دیگه، نوشته میلگرد اولیشو. دومیش نفت برند، شنیدید؟ قرارداد نفت برند، قرارداد آتی نفت برند. دوستان در کدام بورس قرارداد آتی نفت برند، در کدام بورس اینجا نوشته؟ ببینید دومین قرارداد بزرگ دنیا در بورس مسکو. پوتین عزیز، آقا شما اگر من امروز می اومدم، اگر بنده امروز می اومدم قرارداد آتی نفت برنت رو در ایران ایجاد میکردن، میگفتن که انگلیسی. وقتی نمیفهمه، وقتی که هیچ نوع آشنایی با دنیا نداره، دقت میفرمایید اینجوری میشه کشور ما. پس الان میبینید قرارداد، دومین قرارداد چی هست؟ قرارداد نفت برنت انگلیسه. یعنی برنت میدونید که در انگلیس مبادله میشه، در اینترنشنال پترولیوم اکسچنج، در آی پی در لندن معامله میشه، ولی اون قیمت رو میگیره تو روسیه، قرارداد آتیش رو تعریف میکنه. آفرین به روسیه، باریکلا به روسیه که میفهمی اینا رو. سومیش رو ببینید، سویبین میل فیوچر، قرارداد سویا کجا؟ بازم دالیان چین. چهارمیش رو ببینید، فیول اویل فیوچر، قرارداد سوخت کجا؟ شانگهای فیوچر اکسچنج، باز شانگهای. ششمی رو ببینید، کرود اویل فیوچر، نه بله کرود اویل فیوچر. ششمیش تازه سی ام ای هست که یک زمانی واقعا برداشت این بود که هیچ کشور دنیا، هیچ بورس دنیا نمیتواند به سی ام ای برسد، شده ششم. هفتمی رو ببینید، نقره، آتی نقره، باز کجا؟ شانگهای. هشتمی رو ببینید، قرارداد سویا کجا؟ دالیان چین. نهمی رو ببینید، آرندی پام اویل کجا؟ دالیان. بعدی هات رویلد کویلز کجا؟ شانگهای. بعدی پولی پروپیلین کجا؟ دالیان. دقیق فرمودید؟ آقا مگر کشور چین کشور کمونیستی نیست؟ ولی درک میکنه که این قیمت ها، این نوسانات قیمت ها میتونه کشور از بین ببره. تحریم هم نشده ولی عقلش میرسه که قرارداد به وجود بیاره که ریسک ها رو پوشش بده، که ریسک ها رو منتقل کنند. چین و روسیه اینا رو متوجه میشن. ای کاش یکی هم تو این کلاس ما الان حضور داشت، میرفت اینا رو انتقال میداد. و بعد ببینید قراردادهای کامادیتی رو که میبینیم، اولیش قراردادهای کامادیتی کشاورزی هستن، دومیش انرژی، و بعد در واقع شاخص های کامادیتی، و بعد فلزات غیر جواهرات، فلزات غیر گرانبها، و بعد سایر کامادیتی، و بعد فلزات گرانبها. اینا یه دیدی به شما میده که این بازارها چگونه شکل گرفته. ارزش اسمی و بازاری معاملات خارج از بازار اختیار رو هم میبینید. معاملات خارج از بازار هم رشد خیلی زیادی داشت، بعد از 2008 تقریبا روند باثباتی رو شکل داد و رفت به سمت در واقع بورس ها. تعداد معاملات بر اساس مشتقه بالاترین معامله آتی های کالایی هست، بعدش آتی شاخص های بازار سهام هست، بعدش آپشن شاخص بازار سهام هست، بعد آپشن روی تک سهم ها هست، بعدش فیوچرز روی تک سهم ها هست، بعدش شاخص در واقع فیوچرز ارز هست، بعدش آپشن کالایی هست و
آپشن ارزی هست. بعدش براتون میگم، شاید متوجه نشید اینا چیه. LTIR یعنی نرخ بهره بلند مدت، آتی روی نرخ بهره بلند مدت تعریف میشه، بعد آپشن روی ETF ها تعریف شده، بعد آتی روی نرخ بهره کوتاه مدت STIR یعنی نرخ بهره کوتاه مدت تعریف شده، بعد آپشن روی LTIR تعریف شده، بعد آپشن روی STIR تعریف شده، بعدم فیوچرز روی ETF تعریف شده و همین و دیگر معاملات. اینا رو خدمتتون میگم که یک دیدی پیدا کنید. همه اینها تمام شد، یک چیز، یک دنیای جدیدی شکل گرفت به نام دنیای چی که نرسیدم دوستان، انقدر گرفتار بودم این چند سال در این کشور نرسیدم. اگر خودم فرصت داشتم، عشق من اینجاست، تاپ کریپتوکارنسی، کریپتوکارنسی اسپات اکسچنجز. این قراردادهای اسپات هست، دقت بفرمایید، قراردادهای اسپات یعنی قراردادهای خود قراردادها، این در واقع بورس‌های مختلف اسپات هست. بعد اونجا که اسپات بود، اینجا دریوتیوز رو میبینید. تریدینگ والیوم رو نگاه کنید، 24 چقدر دوستان؟ 24 میلیارد، درسته؟ 24 میلیارد دلار ارزش معاملات مشتقه یا معاملات دریوتیوز در بایننس. بعدیش بای بیت، بعدیش اوکی ایکس. خب دوستان بیشتر وارد هستند، ما دیگه پیش دوستان درس پس ندیم. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزارم از بذل توجهی که امشب داشتید. خب دوستان عزیز، یه چیز خدمت رو عرض کنم، چون کلاس امروز دیر شروع شد، ممکنه که ما فیلم رو بذاریم، بازم کد تخفیف رو ادامه بدیم، باید روی این تصمیم بگیرم. ولی کد تخفیفی تعریف شده که دوستان اگر میخوان جلسه یعنی دوره اول 20 ساعته مشتقات رو شامل آتی ها و سلف رو ثبت نام کنند، میتونند همین الان هم وبسایت باز شده، میتونن ثبت نام بفرمایند. دقت بفرمایید، ما این وبیناری که قرار بود امشب باشه فقط، ان شاءالله هفته بعدم ادامه میدیم، کار زیاد داشت، ولی مقدمات رو خدمتتون میگفتم، فعلا 25 تا اسلاید ما خدمت شما ارائه دادیم. استاد محبت میفرمایید یک ریفرنس آموزشی معرفی بفرمایید. زبان انگلیسی یا زبان فارسی آقای منوچهری؟ آقای منوچهری عزیز، زبان انگلیسی یا زبان فارسی؟ Financial Risk. خب این کد تخفیفه، اگر خواستید استفاده بفرمایید، در خدمت شما هستیم. چند ماهی انشالله ما بنا داریم این مباحث پیشرفته و پیشیده رو خدمتتون ارائه بدیم. اگر دوستان همین جلسه اول براشون مشکل هست، خب به نظر من شرکت نکنن بهتر هست، چون خیلی ما مطالب گسترده است. یعنی این چیزی که من خدمتون تدریس خواهم کرد در چند ماه گذشته، به اندازه یک مدرک فوق لیسانس خواهد بود. دقیق بفرمایید. اما تا همه چی ما از ساده شروع میکنیم. یعنی شما دیدید تا این عادت بند است. همه چی از ساده شروع میکنیم. زبان انگلیسی هم باش تدریس میکنیم دیگه. یادتون باشه. زبان تخصصی هم باش تدریس میکنیم.